الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله ولا اله الا الله، الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین قال ثم تعرض الكثره در این قسمت بودیم که فلاسفه چطوری عروز کثرت رو توجیه کردند حاشی از جناب آقای حسنزاده خوندیم که ایشون میخواستن بگن که خیر قاعده الواحد فلسفی درسته اتفاقا ما فلاسفه خیلی هم خوب معتقد هستیم که خدا یکی بیشتر از او صادر نمیشه در این حال خدا موجب هم نیست مختاره که گفتی همه اینها ادعاهای بی خودی بود ایشون میگن که در دنبال کلامشون ف ان صدر عن فاعل اثران اگر قرار بود از یک فاعل دو اثر صادر شود فلا شک که ان فیه جهتین معلوم خواهد شد که در اونچه دو جهت بوده است صدر کل واحد منهما ان کل واحدت منهما هر کدام از یکی صادر شده مثلا اگر ما توی قفسی دیدیم که یک جوجه کبوتر در آمد و یک جوجه مرغ معلوم می شود که در اونجا حتما دو تا موجود بوده دو تا علت بوده یکی مرغ بوده است که جوجه مرغ داده و یکی هم کبوتر بوده که جوجه کبوتر داده اما چون خدا واحده فقط یه دونه عالم از او میتونه چیه صادر بشه یک شیء صادر بشه که مجموعه خدمت شود اشیاء کثیره نباشه جوابش هم روشنه میگیم بله وقتی قرار بود که شما خدا را مانند گندم و جو فرض کنید که میخواد از ذات چیزی بیاد و ذات خدا به صورت جدیدی زور کنه همین حرفا هم باید بزنید وقتی خدا را مثل مرغ و کبوتر فرض کنید که دو جهت باید در این قفس باشد یک جهت مرغ بودن یک جهت کبوتر بودن و این حرفا باید بزنید ولی اگر مانند علامه حلی و خاجه و روایات و آیات و متکلمین و اهل شرایع معتقد باشیم به این که ذات خدا خالق عالم این حرفا رو نمیزنیم ایشون میگن و هاذه الجه یا الواقعیه و این جهتی که باید در مرغ باشد که حتما جوجه مرغ بیاید و در کبوتر باشد که حتما جوجه کبوتر بیاید یک حیثیت واقعیه که واقعا تحقق در ذات فاعل داره ذات اون مرغ ذات این کبوتره و هو مبدا صدور اثر و اون جهت مرغ بودن مبدا صدور جوجه مرغ است و این یکی جوجه کبوتر و اون یکی مثلا بچه گربه و منشأ زورش است و امر الاعتباری و المحض الذي يفرز في الذهن فرضا بلا واقع ولی اینکه ما بخوایم یک امور اعتباری را که محضن اعتبارند و هیچ وجود خارجی ندارند و در ذهن فقط فرض می شوند هیچ واقعیتی ندارن اینها که اصلا ارزه و شعنیت استار ندارن نسبت بین مثلا مرغ و جوجه که نمیتونه جوجه تولید کنه خود مرقی که جوجه تولید میکنه میگیم خب بله ما همین میگه اتفاقا اشکال به شما وارد آقا اثر این اشکال به فلسفه وارده این جهات اعتباری که در خارج نیستن که بخواهی بگویی پس در خدا موجب ترکیب می شود ولی اینی هم که شما از چاله فرار می کنید و فلسفه را به چاه می اندادید، کار کار تریه. چرا؟ چون شما میگید جهات اعتباری که موجود نیستن در ذات فاعل اما خود مرغ بودن در اون جوجه بودن در این گربه بودن در این لذا بچه این گربه میشه بچه اون کبوتر میشه بچه اون گندم میشود میگی خب اینم بدتره نه جهات اعتباری شعنیت دارند که در ذات فاعل باشند و نه هم خدا مانند ما مخلوقات که گندم در ذات گندم باشد جو در ذات جو باشد و گربه بچش در ذات گربه باشد این هم غلطه ایشون میگن فما قالو فی صدور الکثر عن الواحد محقق فی الفاعل ذل حیثیات نفس الامریه پس اینی که فلاسفه گفتهاند یا اشکالاتی که بیچان شده در صدور کتند واحد این محقق در فاعل زی حیثیات نفس الامریه است اینا همش در مورد فاعلی است که حیثیات نفس الامریه داشته باشد که اون استدلال کتاب اشکال بکنید لل فاعل السمد الذي لل السمد الذي هو الاول والاخر والظاهر والباطن نه اون فاعلی که سمد است توپر است بی نهایت است عین همه اشیاء است و اول و آخر عالم خودشه و ظاهر و باطن اشیاء هم خودشه پوست گردن خودشه مغز گردن خودشه میگیم خب آقا حسن زاده الان شما مشکلی رو حل کردید بدتر شد که بدتر شد که اینه که بگیم خدا واحد حقیقی هست که هیچ جهت کثرت در نیست ولی عین همه اشیاء است خب این هم مرغ هم تخم مرغ هم کبوتر هم گندم هم جوه. این چه خداییه که باز هم چیه کستتش درش ضرر نمیزنه و وحدتش به هم نمیخوره ایشون میگن و حیث و علمنا و ایقننا بعد از اینکه ما دانستیم و یقین پیدا کردیم به ان نزد کلمات الالهیه اینکه این چینش کلمات الهیه در عالم بر نظم اتم است و احسن است فلا یحصل من فاعل القیوم الا واحد از فاعل قیوم عالم جز واحدی صادر نمیشه میگیم اه؟ اون واحد قیوم چی هست میگن هو نور مرشوش و رق منشور اون فقط یک وجود بی است نوری است که عین همه اشیاء از یک وجودی است که کل همه اشیاء است این از ذات خدا تجلی کرده در و دیوار و زمین و آسمان یه خمیر مجسمه سادی بی که همش از ذات خدا بیرون زده ثم تصور به صور کثرت غیر المتناهیه بعد اون نور واحد خدا اون خمیر مجسم سازی واحد به صورت همه اشیا در آمده که بین های اشیا داریم ما الاشرف الاشرف اولش هم اون وجودی که از خدا بیرون زد شد عقل اول بعد شد عقل دوم و فلک اول بعد شد تا فلک دهم و عقل نهم بعدش هم این جوجه و مرغ و تخم مرغ و سنگ و چوب همه همه از وجود همون نوری است که از ذات خدا بیرون زده این خلقتی در کار نیست بله فل اشرف نزولا و الاخص فل اخص سعودن همینجور میاد تا بشه نجاست خدا از اون بالا میاد 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 هی hey, اول اشرف بعد اخص تا میرسه خدا سوسک میشه و برعکسش هم این سوسکه دو مرتبه میره بالاتر تکامل پیدا میکنه میره بالا میره بالا میره بالا تا میشه خدا دو مرتبه و در سعود هم همینجور برعکسش میره بالاتر علا و وفق علم العنائی لذی و عینو ذاته همه هم این چیه؟ خدا اراده و اختیار خودش نداره خدا عالم است به که ذاتش میاد پایین میره بالا چاره هم نداره تماشاگره که این علم عین ذات خداست و کثرات مرا آیات مظاهر اسماعی این کثرت هایی که شما میبینی اون گاو است اون گوسفند است اون درخت است اون صندلی است اون کتاب است اینها میگه چیه آینه های آیات و ظهورات اسماع خدا صفات خدا هستند علم خدا قدرت خدا شده همین در و دیوار زمین آسمان نه اینکه خدا به علم و قدرت خود زمین آسمان آفریده ما اینو در فلسفه نداریم بعد ایشون میبینن که خب این حرفایی که میزنن خلاصه جواب خاجه نشد خاجه سری اینا رو رد کرد میگن که البته خاجه هم معلوم در بارش صحبت میکنه ها ثم ان کلام الخاجه لیس الا فی صدور الفعل عن فاعله هی. کلام خاجهم که اشکال کرد فقط در صدور فعل از فاعل بود میگو اگر فاعل بخواد موجب باشه اینجوری میشه ولی خدا چون فاعل مختاره حرف فلاسه باطله میگه و اما ان کان الفاعل واجب الوجود لذاته اگر آمدیم و فاعل ما واجب الوجود لذاته بود فهو غیر مصرح فی کلامهی خواجه نیومد بگه که اگر اون ذات واجب الوجود باشد باز هم می شود افعال کسری داشته باشه میگه خب جناب آقای حسن زاده اولا که خواجه مطلقا میگه میگه مطلقا هر فاعلی اگر موجب باشه خب اثر و مؤثر مثل همان ولی اگر فاعل مختار باشه نه خدا حیوان خلق کرده این حیوان مگه شبیه خداست جنس خداست سنخ خداست شما فلاسه میگید آره دیگه همش یکیه این اولا خاجه کلن همه رو گفتانین دقیقا شما انگار این کتاب رو نخوندید در همین کتاب مرحوم خاجه همین حرف رو عینا درباره خدا میزنن میگن فلاسفه درباره واجب الوجود این حرفا رو زدن و این حرفا باطله چون واجب الوجود مختار است نه اونجا هم گفتن اینها را و مضافن علامه حلی که دقیقا همه چیز رو چیه تصدیق کرد علامه حلی رو چی میگید یعنی علامه حلی متوجه نشد که خواجه درباره مثلا خدا این حرفا رو نگفته و قبول داره که خدا نعوذ بالله دیگه فاعل موجب است یا مختار که فقط با لفظ بازی کنیم و یک چیز بیشتر نمیتونه انجام بده خب اینم از این هم بعد خدمت شما عرض که میرسیم به مطلب جدیدمون قال ثم تعرض الكثره به اعتبار کثرت الاضافات خب گفتیم آقایان متکلمین خیلی راحت گفتن خدا یه وحده لا شریک له در آن واحد میتونه این عالم متکثر رو خلق کنه فلاسفه گیر داشتن گفتن نه ببین گندم فقط از گندم میاد از ذات خدا باید یه چیزی مثل خودش بیاد میگه خیلی خوب اگر قرار شد خدا هم مثل گندم و جو باشه و سنخیت و شواهت بین علت معلول معتبر باشه و خدا به اختیار خودش نتونه چیزی خلق کنه و عالم کسرات رو خلق کنه خیلی خوب شما میگید از خدا فقط واحد بیاد و از اون واحد هم بعد واحد بیاد واحد هم واحد واحد هم واحد کلا میلیاردها واسطه هم که بخوره عالم با چیه در وحدت خدایی غرق باشه اصلا نمیتونیم باز ما یک گاو داشته باشه یک گوسفند یک انسان یک درخت این کسرات کس از کجا میاد پس میگن ها ما اینها رو درستش میکنیم همینجوری که نمیمونه توضیح میدهیم اون عقل اول که واحده که از خدا صادر شد خودش چندین جهت داره هر جهتی موجب صدور یک چیز دیگه ای می میشه و کسرت میشه خاجه و علامه هم جواب میدن میگن اون جهاتی که شما میگید اگر امور واقعی در اون عقل اول خب چطور از خدا صادر شد جهات متکثر واقعی صادر شد اگر نه جهات واقعی نیستن جهات اعتباری هستن چطور جهات اعتباری که خودشون در خارج نیستند منشه اثر میکرد حالا این توضیح کاملش رو عرض میکنیم اقولو مرحوم علامه میفرمایند لما بین ان العلت الواحد لا یستر عنها الا معلول الواحد بعد از این که بیان کرد که اگر فاعل ما موجب باشه اگر این عالم مادیات باشد نه فاعل مختار اون علتی که واحده از او صادر نمیشود جز معلول واحدی لازم ان تکون الموجوداتو به اصله فی سلسله واحده خب باز هم باید چیه همه عالم هزاران واحد که میخود بچهای خدا میشدن و همین جو چیه خلاصه باید میشد چی میشد خدا عقل اول دوم سوم دهم کل عالم میشد همین بچه هایی که از ذات خدا صادر شده و همه یک سلخن چطور در عالم حیوان بیت پیدا شده زرافه پیدا شده گوزینه پیدا شده اینا کجا آمدن پس شما گیر دارید جناب آقایان فلاسفه لازم می آید که موجودات همه در یک سلسله بیایند به حیث و یکون و ای موجود فرض تهو علتا ای موجود فرسته او معلولا له اما قریبتا او بعیده فلا یوجد و شیعان یستغنی احد و الآخر الاخر به ای باید باشه که هر موجودی که شما فرض کنی علت هست مثلا علت مثلا خدا علت عقل اول عقل اول میاد تا عقل دهم هم علت عقل یازدهم هم, هم برو مثلا و هر موجودی رو که علت معلول فرض کنی چه موجود و معلول قریب باشه مثلا عقل اول که بلا واسطه از ذات خدا پدید آمده باشد در نظر فلسفه یا عقل دهم ده که با چندی واسطه از ذات خدا پیدا شده فلا یوجد و شیعان یستقنی احد و الاخر خب باید چیه دو تا ما موجود نداشته باشیم که این یکی مستقل از دیگری باشد در حالی که ما میدونیم نه خدا حضرت آدم رو خلق کرد مستقلا خلق کرد رفت به درخت نداشت و خدا درخت رو که خلق کرد مستقلا خلق کرد رفت به حضرت آدم نداشت خدا آسمان اول رو که خلق کرد خب آسمان اول بود به زمین نداشت جوری که شما میگید باید یک مبدعی باشه همش بچه های همون باشن در حالی که ما میدیم در عالم چیه؟ نه خدا آتش رو خلق کرده آب رو خلق کرده خاک رو خلق کرده نمیدونم آسمان رو خلق کرده زمین رو خلق کرده هر کدوم مستقل دیگری است الان هم اگر خدا یکی از این رو از بین ببره بقیه رفتی اونا نداره ولی در سلسله شما یکی از بین بره تمام خودش و بچه‌هاش و نوه‌ش همش باید بین برن دیگه والوجود و الوجود یک و هزا. در حالی که این عالم وجودی که ما میبینیم تکذیب میکنه حرف شما را اگر قاعده سنخیت بود و از ذات خدا باید به سنخیت عالم خارج میشد همه عالم باید مثل خدا میبودند. چطور یکی چوبه یکی سنگ یکی شیطان یکی انسان یکی درخته اینا چی کارش میکنید شما فاوجبو اینها وقتی گیر کردند آمدن یک داستان تخیلی دیگه درست کردن فعوجب وقوع کثرت فی المعلول الاول این فلاسفه وقتی گیر کردن اومدن واجب کردن که بگن در معلول اول وحدت کامل نیست کسرت هم هست چطور شد خدا واحد بود سنخیت معتبر بود ولی معلولش کثرت داره پس قاعدتون به هم خورد اومدن یه قصه های تخیلی درست کردن ایجاب کردن لازم دانستن وقوع کسرت در معلول اول را ولی اون کسرت رو میگن غیر حقیقیه میگن نگاه کن در معلول اول کسرت پیدا میشه میگیم خب این کسرت اگر از ذات خدا اومده پس خدا باید متکسر باشه اگر از خودشه که خب پس خدا چه است دیگه کسرت در این از کجا اومده میگن نه ببین کسرت هم هست هم نیست میگه خب یعنی چی هم هست هم نیست میگه کسرت حقیقی که نیست ولی کسرت اعتباری و اضافی هست گفت شطور مرغ و گفتن بار ببر گفت من مرغم گفتن خب تخم بذار گفت من شطورم ای این قصه همین جوریه بهشون میگه خلاصه این عالم کسرات از کجا آمده اگر کسرت در معلول خدا واجب موجود شد خب پس خدا ازش کسرت صادر شد اگر نه کسرت در معلول اول وجود ندارد خب پس چی؟ پس خدای شما چی میشه؟ یک خدایی میشود که خودش درش کسرت وجود نداره ولی در معلولش کسرت وجود دارد اگرم کسرت در معلول اولش وجود نداره چطور میتواند با وحدتش این همه عالم کثیر رو خلق کنه این خدا قدرتش بیشتر شد خدا چون واحد بود ارزه نداشت دو چیز خلق کنه ولی این آقای معلول اول در عین حال که واحده ارزه داره دوتا خلق کنه ها؟ گفتن که کسرت غیر حقیقی و اضافی دارد یمکنو ان یتکثر به تاثیر های اعتباری و اضافی هست که اینا میتونه منشاء چیه کسرت واقع بشود و منشاء تاثیر واقع بشود قالو چطوری توضیح دادن گفتن لان المعلول الاول بالنظر الی ذاته ممکنون و به نظر علتی واجبون گفتن نگاه کن خدا که واجب الوجوده اون که هیچ اون که لبی تاخشه اما معلولی که از خدا صادر شد که عقل اولی بود که از خدا پدید آمد این جهات متعدد جهت اول این هست که این ممکنون به نظر ذاته نظر به ذاتش ممکن وجوده این جهت شماره یک خب و به نظر الا علتی واجب نظر به این که علتش بیچاریج اختیار خودش نداره این معلول از او وجوبا صادر میشه اونم اختیاری نداره این میشه جهت دوم پد در معلول اول و عقل اول دو جهت پیدا شد یک جهت امکان ذاتی دو وجوب غیری سه و لهو ماهیتون جهت سوم میشه اینه که ماهیت داره چهار و وجود مستفاد من فاعله چهارم این که جهت چهارمی که وجود هم داره پنج و هو یعقل و ذاته و این آقای معلول اول تعقل ذات خودش را میکند لتجردی چون هر مجردی چیه عالم و عاقل است اینا همش باطل بعدن میگیم و یعقل و مبدعه مضافا برای این که این معلول اول ذات خدا رو هم تعقل میکنه حالا این چطور معلولیه که علت رو تعقل میکنه در حالی که خود این فلاسفه میگن معلول هیچگاه نمیتونه تعقل ذات علت بکنه این بماند اینا رو بعدا جوابش میدیم پس شش جهت در این پیدا شد و ها و جهاتون کثیرتون اضافی هم. ببین پس معلول اول جهات کثیره اضافی پیدا کرد که یا قعبه ها التکثر که دیگه تکثر به این جهات واقع می شود ولا تسلم و وحدتو در این حال وحدت سرج خودش هست چون که این جهات واقعی نیستن اعتباری و اضافی و یشت رو به اعتبار کل جهت شیعون لذا از این عقل اول که معلول خداست به اعتبار هر جهتی یک معلولی صادر می شود لذا هم عقل دوم و هم فلک اول هر دو با هم دیگه از عقل اول صادر میشه. مرحوم علامه میگن بابای قصه ها چیه شما میگید و ها دل کلام عندنا فی غایت سقوط این کلمات و این استدلال ها و این حرف ها و استدلال ها و این قصه ها خیلی در نهایت سقوط و بی ارزشی است کی این حرف ها رو زده یک فیلسوف که میخواد عقلی صحبت کنه این قصه های خیالی رو میگه چرا لان هذه الجهات لا تسلح للتاثير چون اینه که بگیم این کتاب چون ممکن الوجود است خب ممکن الوجود بودن یه امر عقلیه کاری نیست نمیتونه تاثیر کند از این کتاب مثلا حرارت ایجاد کند که شما اگه این کتاب را بخواید وزن کنید خب مثلا جلدش وزنش تاثیر میگذارد میشود دویست گرم ورق ها هم تأثیر میگذارد میشود 500 گرم بعد میشه این کتاب 700 گرم میتونیم بگیم خب البته این ممکن الوجود هم که هست امکان ذاتی هم دارد اونم 100 گرم پس 800 گرم اگر کسی یک کتابی رو آتش بزنه بگه این مقدار کالوری حرارت از جلدشه اون مقدار کالوری حرارت هم از ورقاشه مثلا این مقدار کالری حقیقت هم از ممکن الوجود بودنشه میگن آقا ممکن وجود بودن که در این یک جهت واقعی نیست که میخواد تاثیر بذاره شما میگی این چون امکان ذاتی دارد و وجوب غیری به امکان ذاتیش علت میشود برای فلک و به وجوب غیریش علت میشود برای عقل دوم میگیم آقا این نه وجوب غیریش در واقع هست اون یه امر عقلیه نه امکان ذاتیش در واقع هست اینا امر عقلیه چی چی رو شما با هم دیگه حساب میکنید واقعا فلسفه بی در پی کره لان هاذه الجات لا تصلح للتاثیر چون امکان ذاتی وجوب غیری و ماهیت داشتن و وجود داشتن و انفکاکی اینا از هم رو خدمت شما عرض شود که جهاتی که تعقل ذات کردن و تعقل غیری کردن اینا که همش امور اضافی امور واقعی نیست که بخواد منشع واقع شد برای تأثیر خارجی لعنا امور و اعتباری اینا امور اعتباری هستند و مساویت لغیره ها و اینا مثل بقیه مساوی با بقیه امور اعتباری هستند و نمیتونن منشع تأثیر واقعی بشوند و لا تکون و شروع تنفیه و اینها نمیشود یک چیزهایی باشد که تکسری در اونها واقع شود که شرط بشود برای این وجود و تکسر در عالم وجود و واقعیات اینا حرف های بیاساسیه باز یه مثالی بدنم هم به رفع خستگی خوبه و هم مطلب روشن میکنه یه دختر خانم داریم این دختر خانم یه شوهر میکنه چرا؟ چون که خب یه آدم دیگه یه دختر یه شوهر میکنه حالا یه دختر خانم فیلسوف پیدا شده این رفته پونزه تا شوهر کرده میگیم تو خیلی چطور یه نفر آدم 15 تا شوهر کردی میگه ببین درسته من یک نفرم ولی امکان ذاتی یک جهتم شوهر کوروش شدم وجوب غیری جهت دوم هست که به این جهت همسر داریوش شدم بعد من خدمت شما عرض شود که پسر من فلانیه و من دختر عمه و دختر دایی فلانی هستم اینم دو جهت پس من به این دو جهت هم میروم چیه همسر خشایار میشوم و همسر مثلا فرض کنید که پیروز میشوم همین 15 تا میشماره میگه من درست یک نفر واقعی ام اما جهات اعتباری و اضافی زیادی دارم لذا به هر جهت من همسر واقعی یه نفر دیگه میشوم بهش می میگن دختر خانم اینقدر فلسفه گیجد نکنه تو یک آدم هستی پسر فلان دختر فلان عمه فلان خاله خلا فلان خدمت شما شاید که نمیدونن وجوب فلان امکان فلان اینا که جهاد در تو تو رو چند نفر نمیکنه که بخوای با هر کدوم یک شوهر داشته باشی به بچه ای بزایی نمیشه این کار ولی خب فلسفه متاسفانه چیه این جهات تخیلی برای خودش درست میکنه خب یه نکته من اینجا عرض بکنم و اون این بود که مرحوم خاجه اینجا میگن ثم تعرض کسره میگن این فلاسفه ای که آمدن یه قاعده باطلی درست کردن به نام این قاعده الواحد و بعد آمدند این کسرات خیالی رو درست کردن بیان کسرت رو اینجوری میکنن در حالی که مرحوم علامه همه اینا رو درباره خالق مخلوق باطل میدونن حرف متکلمی اینه که خدا خالقی است که این حرفا دربارش باطله آقای حسنزاده تو حاشیه اومدن میگن ها اینجا داره مرحوم خاجه جواب متکلمین را میدهد چون متکلمین به فلاسفه اشکال کردن و گفتن حرفی که شما میزنید که واحد باید حتما ازش واحد صادر شود پس این عالم کرتت کجا آمد داره مرحوم خاجه جواب متکلمین را میدهد که اینجوری حاصل, حاصل شده میگم نه بابا خاجه خودش متکلمه این فلسفه رو باطل میدونه و خندهدار میدونه نمیخواد جواب خودش رو بده میخواد بیان تخیلی شما رو بگه ایشون در اونجایی که ثم تعرض الکسره یه حاشیه زدن میگن اشارتون ال جواب ما قاله المتکلمون این کلامی که کسرت آرز میشود به این جهات تخیلی این جواب خاجه است به چیزی که متکلمین گفتن متکلمین چی گفتن من انه لو لم یستر عن الواحد الا الواحد اگر قرار بود که از واحد جز واحد صادر نشود لما یستور عن المعلول الاول الا واحد هو الثانی خب از معلول اول هم جز واحدی که همین دومیه باشه که عقل اول باشه و فرد دوم باشه حاصل نمیشد و انه واحد هو الثالث و از اون هم باید یه واحدی سادس و از اون هم باید یک واحدی و از اون هم باید دو مرتبه یک واحد دیگری حاصل میشد و صادر میشد و پدید می آمد که سال است و حلوم مجرن چهارم پنجم دهم خلاصه اگه منشه عالم بوزینه بوده تا آخر بعد بوزینه باشن منشه عالم اگر زرافه بوده تا آخر بعد زرافه باشن پس این سنگ از کجا آمد پس اون سنگ از کجا آمد اگر منشه عالم و... یک چیز واحدی بوده و در اون تکسر اصلا جایز نبوده خب تا آخر باید واحد باشد چون این اشیاء متکسر آمدن فیکون الموجودات سلسله واحده طولیت پس لازم می آید که موجودات همه در یک سلسله واحد طولی باشند فکیف ظهرت الکثرات الارضیه پس چطور می بینیم موجودات در ارز هم دیگه درسته که زرافه ها بچه هم آمدن گرگا بچه هم آمدن ولی خب سنگ ها که دیگه بچه اونا نیستن. این از کجا آمدن؟ گرگا کجا آمدن؟ به فرمایش امام معصوم علیه السلام اگر اون واحد اول کان حیان فمن اینه جا الموت خدایی که ذاتش حیاته پس این مرگ از کجا آمده؟ اگر قرار بود عالم ذات خدا باشه و از ذات خدا پیدا بشه اگر ذات خدا گرم بود همه جا باید حرارت باشه دیگه سرما منا نداشت اگر ذات خدا سرد باید همه جا چیه؟ سرد باشه دیگه گرما منا نداشت یه حال میخواد این رو عرض کنیم که در اینجا مرحوم خواجه نمیخوان جواب متکلمین رو بدن خودشون هم متکلمینن میخوان بگن فلاسفه با این داستان های تخیلی خواسته انچی عقیده باطل خودشون رو دست بر ندارن و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای و اجمعین الی یوم الدین اللهم صلِ على محمد وآل محمد، اللهم صلِ على محمد وآل محمد، اللهم صلِ على محمد وآل محمد